سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در هفته‌های گذشته یک ویدیو از یک دختر خانم که در بازار قزوین داره فریاد میزنه توجه همه رو به خودش جلب کرد. یه فیلم دیگری منتشر شده از یک آقا پسر و یک خانم دختر دیگری که اون هم خیلی مورد توجه قرار گرفت. هر دو نفر اینها، هم آقا پسره همین دختر خانومی که توی بازار قزوین بوده، هر دوتاشون بازداشت شدن. من فیلمش رو میخوام با هم پخش بکنم، با هم ببینیم. مونتا هدفم این نیست که توی این فیلمی که میخوایم با هم دیگه ببینیم بپردازیم به این که آنها چه حرفایی دارن میزنن، چقدر آنها تحقیر شدن، چقدر آنها یه بحث فراتریه. اینجا به لحاظ جنگ روانی علیه کشور ایران یک اتفاقی رخ داده. برای اینها اومدن یک ذهنیتی ساختن، ذهنیت پیروزی، که اون ذهنیت مبتنی بر حقیقت نبوده، باعث شده اینها توهم بزنن که آقا این حاکمیت کارش تمومه، که بیان کارهایی بکنن که الان از انجامش حیرت زدن. آقا چرا این کار انجام میشه؟ چرا 20 روز پیش ذهنیت پیروزی رو ایجاد نکردی؟ چرا یه ماه پیش ایجاد نکردی؟ چرا 40 روز پیش ایجاد نکردی؟ شما ذهنیت پیروزی مبتنی بر دروغ رو زمانی ایجاد میکنی که بخوای خشونت سید بکنی. یه جایی اصلا مبتنی بر حقیقته، آقا تموم شد رفت، کار تموم شد. یه جایی اصلا مبتنی بر حقیقت نیست. وقتی تو میخوای خشونت سید بکنی، جنایت سید بکنی، تلاش میکنی که اون ذهنیت برش پیش بیاد که بازی تمومه. یه سوال، در هفته های اخیر این شرارت هایی که در کشور رو میبینیم اوج پیدا کرده یا نه؟ اوج پیدا کرده دیگه، چون جمعیتی که تو خیابون نمیبینی، که تجمعی نمیبینی، که تظاهراتی نمیبینی، که اما شرارت داره اتفاق میفته، شرارت میباره. چرا؟ به خاطر اون ذهنیتی که ایجاد شده. کجا ایجاد شده؟ ویدیوشو خواهیم دید. بریم اول ویدیوی این دختر خانم رو ببین. من از اول براتون میذارم. اینم داخل پنس خدمت شما عرض کنم، دختر خانم تحصیل کرده است، روانشناس بوده، داشته تو این حوزه درس میخونده. اون بچهای دیگری هم که بعضیشون بازداشت شدن، اومدن پای داعش رو به کشورمون باز کردن، تجزیه طلب رو کنارش وایسادن، بعضیشون اونها هم بچهای هستن که به اصطلاح خودمون بی سواد و کم سواد و کم خرد نیستن. چی اتفاق افتاده این وسط؟ او در یک ایران مجازی زیست کرده است، متأثر از اون زندگی کردن، احساس کرده بازی رو باید این شکلی بفهمه. بریم ویدیو ببینیم. نکاتی هستی خدمت شما عرض خواهم کرد. زهرا متولده 12/10/1375، لیسانس روانشناسی دارم. توی چند وقت همش توی اینستاگرام یه چنین چیزایی، فیلم های اکس های وایرال میشد میذاشتم. توی بازار قزوین رفتم و مردم خواستم، یعنی از کسبا خواستم که کمک کنن. مغازه‌دارها نشستن توی مغازه‌هاشون کلافن به خاطر اینکه آقا کسب و کارها داستانهای خاص خودش رو داره. مردم بعضیشون نگرانن، نمیتونه بیاد بازار خرید بکنه، میترسه اگر بیاد بازار خرید بکنه تبعاتی داشته باشه. بعد یک دختر خانم با یه دوربین اومده، اون دوربین پشت سرش این جلو افتاده، دو نفر. بعد به این همه بازاری میگن که شماها همتون بپیوندید به ما. برعکس ندیدی داستانو؟ مثلا وقتی اونا از شما بیشترن، اونا بپیوندن به شما. حالا اگه اون بیشترو نپیوستن به شما چی میشه؟ کرکره مغازه‌شون رو میاریم پایین. کاری که کردن دیگه، کاری که این چرا کرد و به شدت مردم رو عصبانی کرد. این کار هزینه داره برای یک کشور؟ قطعا هزینه داره. این کار برای یک ملت هزینه داره؟ قطعا هزینه داره. این کار خیانت هست؟ قطعا خیانته. چرا خیانت؟ به خاطر اینکه تو داری معیشت مردم اینجا باش بازی میکنی. تو اینجا رفتن رسما رفتی سراغ افرادی که میخوای معیشت اونها رو بزنی، میخوای یه کاری بکنی که اونها مجبور شن با این مش همراه بشن. ببین ادامه ویدیو رو. از مسجد نبی، یعنی شاید هم دستم گرفته بودم، میرفتم و میرفتم. بعد تو بازار تو سمت راسته یه تل فروش ها رفتم. بعد تو راسته یه تل فروش ها از نظر به بازار خواستم که حمایت کنم. باید حمایت کنم. من این 24-25 26 آبان مغازه هاشون رو ببندم به اعتصاب. مثلا یه دفعه بود یه چنین قصدی نداشتم،
و تو پیج خودم گذاشتم در حد 2 ساعت 3 ساعت از پیج من فیلمم برداشتم. دوستان این حرفی که برمیگره میگه یه دفعه ای بود و همچین قصد نشون داره راست میگه یه داره دروغ میگه. مبتنی بر حقیقته. مبتنی بر حقیقت. شما زمانی که یک شهروند شناور در ایران مجازی شدی دیگه ما برای تصمیم میگیریم. ما چه کسانی هستیم؟ ما سود اینترنشنال هستیم. امروز تصمیم میگیریم تو در نفرت باشی، همین، متنفر باشی، هر کجا رو نگاه کنی متنفر باشی. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم این مادر کیان پلیس حاکمیت ایران دست و پا زد که بچه زنده بمونه، توجه نکردن، رفتن سمت جمعیت تیر خوردن. ولی زمانی که میخواست در تشییع بچه صحبت کنه به پلیس ایران و مملکت ایران داشت فحش میداد. چرا؟ چون در ایران مجازی 100 تا پیج دنبال کرده، پیج دشمنان ایران. دشمنای شما میان خوب شما رو بگن، خدا وکیلی چه دلیلی داره اسرائیل به فارسی محتوای تولید کنه به نفع ایران باشه؟ خب اون دلیلی نداره محتوا به نفع من تولید کنه، دشمن منه. تو هر روز صبح رفتی همه صفحات دشمنه منو دیدی، هر روز صبح تا شب به من فحش دادن. خب معلومه تو متنفر از من زندگی میکنی، معلومه تو متنفر از من نفس میکشی. من این من رو که دارم مثال میزنم چون دیروز یک مثال زدم، گفتم شما تصور کن یه رفیقی داری، یک آشنایی داری، یک کسی هست که اون با تو مشکل داره، من برم با اون رفیق شم و او شروع کنه تو رو برای من تعریف کردن، یه دعوای بین مثلا شما و او باشه، او برای من تعریف کنه اینجوری شده اونجوری شد. یا یه مشکل خانوادگی بین شما باشه او یه تعریف کنه، بعد بگه یه طرفه از طرف اون شنیدم، تو هم گوش ندادم، من نگاه هم نسبت به تو چجوری میتونه باشه؟ مثبت میتونه باشه؟ تو وقتی نگاه میکنی میگی که خب آقا حرف منو بیا بشنو، اصل همینه، صدای تو به من نمیرسه. داستان این شکلیه. این بچه ها بخششون تو همچین فضایی قرار گرفتن، به یک باره به خودش اومد میبینه داره به وطن خیانت میکنه. بریم ادامهش رو ببینیم. زهرا اجازه بدید ادامهش رو هم ببینیم. دوستی توی پیجم توی اینستاگرام، یعنی این فیلم هایی که گذاشته بودم بنده 2 ساعت 3 ساعت تو پیج من، شاید هم کمتر، چون وقتی دیدم ریاکشن فالوورامو دیدم که یه سری ها اومدن گفتن که مثلا لایک کردن یا تشویق کردن، یا یه سری ها اومدن گفتن بردار بر درد سر میشه اینطور چیزا، یه ذره خوف و ترس گرفت منو برداشتم. اما همون برداشتن من بعدش رفتم دیدم که فیلمم توی اینترنشناله و کلان ترس دارم داشته. ببین چیزی خدمت شما عرض بکنم، امیدوارم اون کسانی که جامعه شناس هستن، اون کسانی که توی این حوزه کار کردن به حرف من فکر بکنن. ببین میگه من فیلمو گذاشتم، بعد از اینکه فیلمو گذاشتم دیدم که همه اومدن هورا کشیدن آفرین گفتن، تو بعضی کامنت هم گفتن این کاری که کردی غلط بود. میگه من مجبور شدم 3 ساعت بعدش بردارم. اگر شما به دنبال براندازی باشی یا اگر اومده باشی قطعا نظام رو ساقط بکنی، فیلمی که رفتی با بدبختی گرفتی تو بازار قزوین نعره کشیدی، داد و بیداد کردی، ملت رو با خودت همراه کردی، این فیلم رو حذف خواهی کرد بعد 3 ساعت؟ حذف نه، میگه بذار باشه، براش رفتم تو بازار قزوین زحمت کشیدم، پس چرا حذفش کرده؟ اون چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم بخشی از یک عملیات مغزشوییه. من قبلا خدمت شما عرض کردم سازمان سیا بیش از 30 سال 40 سال روی این عملیات کار کرده. اینا توی حالا کتاباش هست، خود آمریکا کتابای نوشتن، یک قتلی میره توی یک دادگاهی بررسی میشه، وکیل طرف میاد میگه که من اثبات میکنم که این موکل من که زده آدم کشته، یه دعوایی شده زده یه نفر رو کشته، اینو سازمان سیا اومده مدیریتش کرده، این قتل رو بهش سفارش داده بدون اینکه خودش بفهمه. خیلی حرفا تو دادگاه اومده گفته که ببین اومده یه فضا سازی ایجاد کرده، این از اون آدم متنفر شده، رفته علیه او جنایت کرده، او همون کسی بوده که سازمان سیا میخواسته بکشش، بدون اینکه این وسط سازمان سیا نقش مستقیمی ایفا کنه این آدم کشته، یا نه یکی اصلا میخوام جیبش زده بشه، فضا براش ناامن بشه، بدون اینکه بفهمه اینو هدایت کرده به این سمت. این یک عملیاتی است در حوزه مدیریت ذهن. برای چی؟ برای اثرگذاری بر یک ملت، برای ایجاد خشونت، برای ایجاد خشونت، برای ایجاد جنایت. خشونت و جنایت رو تلفیق کردم، یک کلمه ساختم، نمیدونم شنیدی یا نه، برای ایجاد جنایت، درسته؟ ببین این حرفی که اینجا داره میزنه، میگه من انجام دادم، با رفتی تو بازار فیلم گرفتی، این همه وقت گذاشتی، اگه مبتنی بر جو نباشه بعد 3 ساعت حسش نمیکنی، میگذاری باشه، میگه بذار بابای همه این فلان فلان شده هم چی بشه. اون چیزی که داره اتفاق میفته بخشش مدیریت ذهن کسانی است که در ایران مجازی زندگی میکنن، بلندگوهای پر سر و صدای سلبریتی ها هم به اینها دروغ میفروشن، اینا از ایران حقیقی هم خبری ندارن. بریم ادامهش ببینیم. پیجم توی اینستا این فیلم ها که ببینیم، فیلم لحظاتی هست که دیگه دارن میرن این فرد رو بازداشتش بکنن. توی
توی پیجا، توی اینترنشنال، تو بی بی سی، دو چیزا، این چیزایی که وایرال میشد میذاشتن. کلان از هر اونه بسیجی یا وزارت اطلاعات یا سپاه این دو چیزا ترس داشتن و بابت این اتفاقات اخیرم که افتاده بود و همه میگفتن که مثلا دخترها رو بگیرن میبرن اذیتشون میکنن، آزار جنسی یا هر چیز دیگه. سختی و فشار توی ایران زیاده، اما زنان در مورد خشونت‌های جنسی سکوت نمی‌کنن. من از زنان ایران و افغانستان دعوت کردم که حرف دلشون رو به شما بگن. مردها هم به ما پیوستن. بچرخ. اما خب یه چنین چیزی نبود. خیلی میگم محترمانه با هم رفتار کردن. فیلمی که از من دارید پخش میکنید و توی شبکه‌های خارجی، توی اینترنشنال، تو آل مسیح علی نژاد و هر شبکه دیگه که داره پخش میشه و همجور وایلارد داره میشه، سودش فقط توی جیب این شبکه‌های خارجی میره. من 24 آبان این فیلم رو گرفته بودم پخش کردم. بعد 25 آبان ساعت 10 شب توی خونمون اومدن منو گرفتن. 24 آبان ضبط کرده، رفته تو بازار، کلی وقت گذاشته با رفیقش ضبط کرده، 3 ساعت رو پیجش بوده، 24 ساعت نکشیدی گرفتنش. حالا این فیلم نشون میده خونش از دور به اصطلاح خودمون دارن رصدش میکنن که ببینن تو خونه هست یا نه، و زمانی که این کار انجام میشه دیگه میرن بازداشتش انجام میدن. رو تصویر دارید میبینید. اجازه بدید من صداشو قطع کنم که تغییر کپی رایت نشه باشه. بله اینجا که فیلمو پخش کردم تو پیجم خیلی حس خوبی داشتم، اما خب بعدش که گذشت این حس اصلا خیلی کم رنگ شد. دیدم نمیارزید اصلا بهش. اما الان پشیمونم. بله قبول دارم که فریب خوردم. یه جوری مثلا افراد همین داخل ایران، مثلا علی دایی، علی کریمی، خانم کریمی ریاهی یا همون پیجای خارجی مثل اینترنشنال یا مسیح علی نژاد اینطور شده، نسبت به این قضیه که نسبت مثلا به خشونت علیه زن یا راجب آزادی، راجب همه چیز که چیزی که هم برام جالب بود. ببین وقتی میگم که تحت تأثیر قرار گرفتم و صدای واقعیت بهشون نرسیده، یعنی همین. میگه افراد داخل ایران مثل آقای علی کریمی، یعنی نمیدونه علی کریمی از امارات هم اخراج شده، از کشور که گریخته از امارات هم اخراج شده، تو کانادا نشسته داره اینو تحریک میکنه. این تصورش این است که اینا الان در میدان وسط کشور هستن و دارن به اینا خط میدن. متأسف از چه چیزی؟ همین فضاسازی مجازی. صدای دیگران بهشون نمیرسه. که ادامش رو ببینیم، ادامه این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. یه چیزی داشت تشویقم میکرد، الان این فیلمم که واسه هم میگید همه جا پخش شده و همه دیدن و هر کسی ممکنه به خاطر این فیلم من ممکنه یه چنین چیزی یا دوچار بشه، به حتی روز من دوچار بشه، الان براش دارم میگم که اگه یه وقت هم خودشون یا یه شخصی ازشون خواست این کارو نکن. قبل گرفتن هم نظرم این نبود. همه اینا به عواقبش بستگی داره که من اولش به این چیزا فکر نکردم از دخترامون یا... خیلی خب این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. یه ویدیو دیگه میخوام با هم ببینیم از متروی تهران. یک دختر خانومیه، یه روحانی میبینه میره پشتش شروع میکنه نعره کشیدن. روحانی یه لحظه برمیگرده میگه که چی فرموش شما چی بود؟ بعد دختره صداش میلرزه و سکوت میکنه و میگه چیزی میگه، میگه چیزی که تمومش میره. آ شما اگر مصمم هستی روی کار تا تش میری، این چرا از کارش برمیگرده؟ این دختره چرا 3 ساعت بعدش ویدیوشو پخش کرده؟ یه نفر دیگه است میبینه اون بازداشتی یه حرفای دیگه میزنه. به خاطر اینکه مبتنی بر جو در ایران مجازی با کمک بلندگوهای پر سر و صدایی به نام سلبریتی ها که بخششون اومدن پای کار، بخشی از جامعه رو فریب دادن. این فریب رسانه‌ای هست یا نه؟ فریب رسانه‌ایه. بچه خودمون گول نزنیم. اون کسایی که با من همسون نیستن و مثلا فکر نمی‌کنن، مبتنی بر حقیقت فضا رو ببینن. برو یه لحظه تو جامعه یه قدم بزن. این فریب رسانه‌ای بود. ببینید ویدیو مربوط به مترو رو بعد می‌خوام بریم یکی از بازداشتی‌ها رو با هم بررسی کنیم. زنمون یا هم باید گم بشه. از همینجا گفتش که باید گم بشه. بگو از کجا گم بشه. گفت همینجا.
بعد یه لحظه دختره با یه ترس و با یه تردید و با یه حیرتی که این برگشت، بعد چرا کسی همراهی نکرد؟ ما فهمیم که حالا همه همراهی میکنن. چرا؟ چون تو ایران مجازی داره همراهی میبینه. بعد از ایران مجازی تشویقش میکنم بلند شو برو مترو. تو میدونی چرا دارن دعوتت میکنن به مترو؟ خبر داری که متروی تهران رو قرار بود آتش بزنن؟ به گوش اینا نرسیده که. قرار بود متروی تهران رو یکی از واگن‌هاش رو آتش بزنن، اون فردی که می‌خواست این کارو بکنه بازداشت شد. دو نفر مأمور متروی تهران هم فرداش در یک ماجرای مشابه مجروح شدن. فهمیدین چی شد؟ اینا تو ایران مجازی ان، تو حقیقت نیستن. الان چرا این فیلم از مترو در اومده؟ چون یک نفری دعوت کرده است الان برید مترو. چرا اینو دعوت کرده مترو؟ من می‌خوام خرابکاری بکنم تو مترو، تنها باشم. خب دهنم سرویسه، باید افرادی مثل من باشن. زمانی که پلیس اومد سمت من، داد و بیداد کنم بگم آقا منو بی خودی دارن میگیرن، این جماعت ابلهی که دور من هستن هم سپری بشن، من فرار بکنم. بریم ادامه شو. این بازداشتی توی مشهد، ببخشید این الفاظی که گفته میشه و حرفی که زده میشه بخشش ممکنه بی ادبانه، شما پیشاپیش عذرخواهی میکنم. ببینیم من به خدا ترسیدم. این نکته دقت کنید، چه سوتی وحشتناکی داد. میگه گوشیمو دارید چکش کنید. وقتی شما میگی که مثلا میدونی مثل چیمونه، توی بازی مافیا شما تصور کن گیر دادی به پدرخوانده مافیا شناختیش، یقین داری این پدرخوانده است، بعد بهت میگه که آقا جون شما شب استعلام بگیر. خب تو، من فهمیدم تو مافیایی، پدرخوانده‌ام هستی، استعلامت مثبت در نمیاد. وقتی من استعلام بگیرم خب نمیتونم بفهم لامصب. این میگه گوشی منو شما برو چک بکن. خب مشخص ردشو پاک کردی. یک بخشی از این بازداشی‌ها رها شدن، یک بخششون براشون به اصطلاح خودمون قرار مجرمیت و اینها صادر شده، یک بخششون تحت رصد یا زیر ذره‌بین هستن، به خاطر اینکه این باید مشخص بشه. ببین تو متأثر سودمترش نمیتونی بگی من رفتم کوکتل مولوتوف درست کردم، خودرو آتیش زدم. نه، سعودی اینترنشنال نهایتاً میتونه تحریکت بکنه، عصبیت بکنه. صدفیوتی میتونه دعوتت کنه به خیابان. اون چی بوده که تو رو دعوت کرده؟ اینکه این کارو آموزش بده، تو انجام دادی. اینجا جاییه که گره داره. این بچه زرنگ برمیگره چی میگه؟ میگه که من گوشیمو چک بکنی، چیزی تو گوشیم نیست. حالا تو بحث من این نیست، چون این نکته رو دوست داشتم وسط این ویدیو از زیر دستمون درنم. ببینید ادامش رو. داشته افراد رو میزده، بعد این میگه من شاهد بودم که تو این کارو کردی. این داره کتمان میکنه. حالا ادامهش رو ببینیم. اینقدر آدم باید کنفیوز باشه، خواهی میخوای انقلاب کنی محکم باشه، بگو میخوام انقلاب کنم. خب بابا من وقتی نمیخوام بکنم. وش میای میخوای انقلاب کنی، بگو میخوام انقلاب کنم. یا آقا وقتی من نمیخوام انقلاب کنم چی رو برگردم بگم میخوام انقلاب کنم؟ ببین سه نفری که توی تصویر دیدیم چه بچه اشتراکی با هم دارن. سه تاشون از حرفی که زدن برگشتن. چرا برگشتن؟ یعنی مثلا بزل بودن، احمق بودن، چی بودن؟ نه، ماجرا رو باید درست بفهمی. یک چیزی عامل محرک اینها شد در این چند روزه، چون جمعیت که تو خیابان نیست که، پس چرا این اتفاق داره میفته؟ یه چیزی عامل محرک اینها شد الان اینها رو بیاره کف خیابان. چرا عرض خواهم کرد؟ اون چه چیزی بود که تحریکشون کرد؟ ویدیو با هم می‌بینیم خدمت شما هستم. ذهنیتی ایجاد کنن. دیروز در برنامه خودتون در برنامه چشم‌انداز خانم بیات یه واژه عبارت شیرین استفاده کرد به نام ذهنیت پیروزی. بگم ذهنیت پیروزی ایجاد کنن. شما اشاره کردید به ذهنیت پیروزی. این ذهنیت برای تبدیل به اتفاق پیروزی شدن یه استراتژی میخواد. به نظر شما استراتژی پیروزی در حال حاضر چی میتونه باشه؟ اون ذهنیت پیروزی که من دارم میگم، اون در گروه در حقیقت این استمرار مبارزه و آمدن به خیابان هر شرایط انقلابی خانم ثابت، لزوماً منتهی به انقلاب نمیشه. اگر اینکه این ذهنیت پیروزی، این توانمندی این طرف همراه نباشه با زوال طرف برابر. خیلی خب، بخش از این ویدیو ببین خلاصه حرفش نمیگه. تخیل طرف مقابل رو سمتی بر که او خیال بکنی که بازی تمومه. چرا الان باید این اتفاق بیفته؟ من 60 روز تلاش کردم تو ایران یک آشوب همه گیر فراگیر بحرانسوز خانمان برانداز به راه بندازم، نشد. توی این مرحله کاری که میخوام انجام بدم اینه که خشونت رقم بخوره. علیه چه کسی؟ علیه اون بازاری که با من همراهی نکرده، علیه اون شهروندی که پشت ترافیک مونده بوق اون چنانی که من میخواستم نزده، علیه اون دانش آموزی که به آن صورتی که من میخواستم به میدان نیومد، علیه کل جامعه ایران،
علیه کل جامعه ایران باید خشونت تولید بکنم. من چجوری میتونم خشونت تولید کنم؟ راهکار اینه که تو ذهنیت تخیل اون کسی که داره باهات همراه میشه رو ببری به این سمت که آقا تو پیروزی، تموم شد. پس چرا جمعیت تو خیابون نیست؟ پس چرا کسی با شما همراه نیست؟ پس چرا هر کی نگاه میکنه میگه اینو در دیوونن؟ اینا دارن کشه رو فنا میدن. و اصلا کاری نداره با این حرفی که ما میزنیم. در ذهن طرف مقابل باید این شکل بگیره. این شکل بگیره. زمانی که در ذهن طرف مقابل این شکل گرفت و این فضا به وجود آمد، حالا فرصتی فراهم میشه که شما ازش بخوای جنایت بکنه. او جنایت انجام میده. وقتی بازداشت شد به خودش میاد میگه که اصلا من جو گرفت، من این کارو کردم. و داره راست میگه، جو گرفتش جنایت کرد. چرا جو گرفتش؟ به خاطر اینکه یک موتور محرک اینجا داره بازی رو به این سمت هدایت میکنه. طولانی ترش نمیکنم، فکر میکنم همه چیز واضح و عیان و آشکار و این چیزها هست دیگه، به خاطر همین توضیح بیشتری نداره. اگر نکته داشتین حتما در قالب بیان برای ما بفرستید. خیلی ارادت دارم، خاک پای تک تک رفقای خودم هستم. وقتتون بخیر.